خانمی که در رادیو گویندگی میکنه یا در تلویزیون داره صحبت میکنه، آیا این صحبت کردن ایشون براش گناهی هست؟ این مقوله برمیگرده به اینکه بعضی از فقها میگن که صدای زن عورته، ولی این قول صحیحی به نظر بنده نیست و به نظر جمهور فقها هم همچنین. جمهور فقها بر این رأی هستند که صدای زن عورت نیست. خود قرآن کریم هم قرآن هم سنت این رو تأیید میکنه که صدای زن عورت نیست، صداش به عنوان صحبت کردن. بحث آوازخوانی و اونا موضوع دیگریه که در این مقوله واردش نمیشیم، ولی اینکه آیا مرد اجنبی صدای زنی رو بشنوه گناهه؟ نه خیر، گناه نیست. اینکه یه خانمی در رادیو در تلویزیون گوینده باشه و مطلبی رو بخونه، آیا گناه هست اگه مرد نامحرمی اون رو بشنوه؟ نه خیر، گناه نیست. و دلیلم در خود قرآن کریم هست، وقتی که خداوند در قرآن کریم میفرماید فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ببین خیلی واضح به زنان پیامبر میگه، به زنان پیامبر میگه، این آیه میگه در صحبت کردن خضوع در قول نداشته باشید. وقتی که دارید صحبت میکنید با مردای دیگه با نرم و با خود خلاص صدایی که درش خضوع و نرمی و لطافت هست صحبت نکنید، به شیوهی صحبت نکنید که کسی که صدای شما رو میشنوه طمع بکنه. این خضوع در قول هم میتونه در لحن صدا باشه، هم میتونه در کلماتی که استفاده میکنه. گاهن میبینی یک انسانی شیوهی حرف میزنه که دیگران فکر کنن درباره اون قصد و غرض و اهداف دیگری داره و میخواد جلب توجه کنه. لذا خداوند فرمود خضوع در قول نداشته باشید، ولی در ادامه فرمود و قلن قولا معروفا، و بگید گفته ای که معروف و خوب هست. گفتن هر سخن خوب جایز هست، گفتنش، سخنرانی کردن، بحث کردن، صحبت کردن، هیچ کدوم از اینها ممنوع نیست. و در احادیث زیادی هم صحابه می اومدن، زنان صحابیات می اومدن و از پیامبر سوالشون رو میکردن و با پیامبر مجادله میکردن. و اون زنی که اومد و در سوره مجادله معروف و مشهور هست، اومد با پیامبر مجادله کرد در مورد زهار، گفت که شوهرم تا زمانی که اینقدر بچه براش آوردم، بچه هاشو براش بزرگ کردم، الان منو معلق کرده و منو تشبیه کرده، گفته تو مانند پشت مادرمی. و این به اون معنی است که زن نه طلاق بود، نه زن، نه همسرش بود، باش همبستر نمی شد، باش به عنوان همسر تو عمل نمی کرد. و اومد از پیامبر حکم می خواست که این حکم چیه، که بعد از اون هست که خداوند در قرآن کریم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الى الله، این سوره بود. در نتیجه اونجا یه زنی اومده مجادله و بحث کرده، ام المؤمنین عایشه، و برای مردم صحبت میکرد، احادیث پیامبر رو نقل میکرد و همه این مسائل وجود داشته و اقوال صحابه رو میشنید و تعلیق و گفته خودش رو پشت اون میداد، میگفت که مثلا این گفته صحیح نیست چون پیامبر این گونه فرموده، و کلام و رأی نظر خودش رو آزادانه میگفت. و همچنین بقیه صحابه و بقیه زنان صحابه صحبتهایی رو داشتن، در غزوه ها و جهات ها شرکت میکردن و مردان رو تشویق میکردن به اینکه جهاد کنند. لذا گفته این که میگن قول گفت حرف زدن زن عورت، حرف درستی نیست و قول ضعیفی است به نظر بنده. حالا حتما طرفدارانی هم داره و کسایی هم هستن که میگن این رو ترجیح میدن، ولی همونطوری که عرض کردم و آیات و احادیث رو هم برای شما بیان کردم، لذا من و اصلا قول جمهور علما رو راجح میدونم و اینکه صدای زن عورت نیست. ایشون هیچ گناهی نمیکنه، اگر داره گویندگی میکنه، نویسندگی میکنه، صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، اخبار میخونه، هیچ کدوم از اینها ممنوع نیست.